دلایل تاریخی نامگذاری محله‌ها و خیابان‌های تهران قدیم. 300 سال پیش به دستور شاه طهماسب و اول صفوی که قزوین را پایتخت خود نهاده بود و می‌خواست در جوار حضرت عبدالعظیم استراتگاهی داشته باشد، دستور داد دیواری به مساحت 6000 قدم با 4 دروازه به دور تهران بکشند که رو به 4 سوی دنیای پیرامون داشت. او دستور داد دور آن خندقی حفر کنند و از خاک آن قلعه و برج بسازند. چون خاک خندق‌ها برای ساخت و ساز برج کفایت نمی‌کرد، از دو محله شهر خاک برداری کردند و از همان زمان این دو محله معروف شدند به چاله میدان و چاله حصار. همچنین دروازه‌ای که به سمت مشهد بود و دروازه مشهد نام داشت، به دلیل حضور مردم برای سفر به خراسان بعدها در آن میدانی شکل گرفت به نام میدان خراسان. پیش از اینکه شهر تهران به شکل امروزی خود درآید، پیرامون شهر 12 دروازه ساخته شد که یکی از این دروازه‌ها دروازه شمیران بود که با خندق‌های پر از آب در اطرافش برای عبور از آن از پل چوبی استفاده می‌شد. امروز در محل همان پل، پل فلزی قرار دارد ولی همچنان به پل چوبی معروف است. زبیده خانم از سوگلی‌های دربار و از همسران ناصرالدین شاه بود. اعتماد شاه به زبیده آنقدر بود که خزانه‌داری مخصوص شاه را به او سپرد و به همین سبب امین اقدس نام گرفت. ناصرالدین شاه زمین‌هایی را در کنار آجودانیه خریداری کرده و آن را به باغ تبدیل می‌کند و کاخی برای امین اقدس می‌سازد و از آن پس به آن مکان اقدسیه می‌گوید. آقا رضا خان اقبال‌السلطنه از شاگردان فرانسیس فرانسوی بود و به عکاسی پورتره گرایش داشت و در کاخ گلستان عمارتی تحت نظر او به امور فنی و هنری عکاسی اختصاص یافت. آقا رضا خان در تهران اقدام به خرید زمین در شرق نیاوران و صاحبقرانیه کرد و از آن پس نام آن را چاله باغ گذاشت. بعدها این زمین به دست میراخور افتاد که او درختان باغ را قطع کرد و زمین آن را به ارباب جمشید فروخت و برای آنکه به سبب قطع درختان مورد بازخواست قرار نگیرد، نام آن منطقه را آجودانیه گذاشت. زیرا آقا رضا خان اقبال‌السلطنه مالک اصلی زمین‌های آجودان مخصوص ناصرالدین شاه بود. عبدالحسین فرمانفرماییان سال 1231 در تبریز به تهران آمد. او شاهزاده قاجار و وزیر ایران بود که در دارالفنون در رشته نظام تحصیل پرداخت و در سال 1306 لقب سالار رشته را دریافت کرد و به فرمانده قشون آذربایجان منصوب شد. در سال بعد از سوی شاه لقب فرمانفرما را دریافت کرد و والی کرمان و بلوچستان شد. فرمانفا از مالکان معتبر ایران بود و املاک وسیعی در آذربایجان، کرمانشاه، کردستان، فارس، کرمان، کرج و تهران داشت. فرمانی از املاک فرمانفرما بود که پسرش نصرالدوله بخشید و از آن موقع به فرمانیه معروف شد. در مجموعه تلویزیونی هزار دستان به کارگردانی علی حاتمی، شخصیت خان مظفر یا همان هزار دستان با اقتباس از فرمانفرما اینجا شده است. فرمانفرما دایی محمد مصدق و برادر زن مظفرالدین شاه قاجار بود. انیس‌الدوله سوگلی ناصرالدین شاه که قصد داشت پا در سیاست و حکومت بگذارد، درخواست حکمرانی کاشان را کرد و حضرت سلطان هم که دلش پیش او گیر بود، در باغات صاحبقرانیه یک کاشان کوچک ساخت و نام آن را کاشانک گذاشت. نام میدان بهارستان که تا اواخر دوره سلطنت رضا شاه میدان نگارستان نامیده میشد، از نام باغ و کاخ نگارستان که در شمال آن قرار داشت و بانی فتح‌الشاه قاجار بود گرفته شده است. ساختمان‌های این باغ که به سبک کلافرنگی بنا گردیده، نگارستان نامیده می‌شود. زیرا در یکی از اتاقهای آن نقاشی‌های زیادی که بیشتر آنها پورتره بودند به دیوار آویخته شده است. کاخ بهارستان توسط میرزا حسین خان سپهسالار صدر اعظم ناصرالدین شاه بنا شده و بعدها به مجلس شورای اسلامی اختصاص یافت و نام میدان هم به نام این کاخ تغییر یافت. کامرانیه نام اراضی در تهران مربوط به کامران میرزا نایب السلطنه ناصرالدین شاه بود. او به زبان‌های فارسی، عربی، فرانسه و آلمانی مسلط بود و دارای باغ‌های ییلاقی و قشلاقی در تهران بود. کامرانیه جزء باغات ییلاقی کامران میرزا بود. همچنین امیریه و منیریه باغ‌های قشلاقی او بودند. مادرش مهیرالسلطنه دختر معمارباشی دربار بود. او در منیریه ساکن در عمارتی بود که به همین نام خوانده می‌شد. امروزه به این مکان منیریه گفته می‌شود. میدان توپخانه در سال 1284 هجری قمری در دوران ناصرالدین شاه به دستور امیرکبیر ساخته و ساختمان‌های گرداگرد آن بارها تخریب و نوسازی شدند. این میدان از نخستین گذرگاه‌های تهران است که سنگ فرش و بعدها آسفالت شد. میدان توپخانه از بعد به احداث مرکزی برای تجمع آتشبازی، رژه نظامی و همچنین اعدام محکومان بوده است. به این دلیل و به سبب استقرار همیشگی توپ در آن میدان، به آن میدان توپخانه می‌گویند. دکتر ساموئل مارتین جوردن در سال 1278 به ایران آمده است. وی فوق لیسانس الهیات و دکترای حقوق داشت. در سال 1292 با اندازی کلاس 12 دوره 12 ساله دبیرستان را تکمیل کرد. وی همچنین در ساخت مدرسه البرز و کالج مک‌کورمی دست داشته است. از قوانین جالبی که او وضع کرده است این بود که اگر در جیب کسی سیگار پیدا می‌کرد، او را 1 تومان جریمه می‌کرد. محله جوردن بر اساس نام او نامگذاری شده است. شهرک غرب، بیسیم، تیردوغلو، لبخط و نک محله‌های دیگری هستند که اسم‌های جالبی دارند.
ساخت مجتمع‌های مسکونی با طراحی معماری‌های مهندسان آمریکایی و مانند مجموعه‌های مسکونی آمریکایی که در گذشته محل اسکان خارجی‌ها بود، دلیل بر نامگذاری شهرک غرب شد. زمین‌های نجف آباد بیرون دروازه خراسان بود که به دلیل فعالیت مخابرات و نصب دکل بزرگ مخابراتی به بیسیم نجف آباد معروف شد تا نام این محل بیسیم شود. در تقاطع شوش و 17 شهریور یک تیر دوتایی وجود داشت که موجب شد این محل تیر دوقلو لقب گیرد. لب خط به معنای لب خط راه آهن است. تا 50 سال پیش هنوز ریل راه آهن قطار دودی که از پارک کوثر واقع در خیابان خراسان شروع می‌شد وجود داشت. اگر روزی آسفالت را بردارند هنوز ریل آن سالم است.